هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. درود مجدد. چند هموطن هستن، لطفا چند ثانیه تحمل بفرمایید. یکی اینکه یک آدمی هست بیچاره مریضه، عرض کنم پارازیت داد اینجا، این خیشانش و رفقاش به من زنگ زدن که چند بار بردنش بیمارستان روانی، بدبخت دیوانه است و مثل که دوام نمیخوره و عادتش میاد و پرت و پلا میگه. خداوند عرض کنم کمکش کنه و این دیوانگیش رو رفع بکنه. خب دیوانه بسیار هست، به هر صورت جایی که آخوند حکومت میکنه دیوانه، من شرز کنم خیلی عجیبه که مردم عاقل مونده. داشتم سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم سهند. سهند عرض میکنم که برای من اون رساله خودش رو فرستاد، بسیار بسیار تا اونجایی که من متوجه شدم زیبا بود، به سامان بود، با اینکه انگلیسی زبان ایشان نیست، آلمانی است، در واقع زاده آلمان هست. دوست عزیز من بسیار زیبا نوشته بودن، فصیح به انگلیسی خوب، و از شما سپاسگزاری میکنم یه زحمت کشیدی سن جان، فرستادی این رساله خیلی خوبتون. و سهن فرزند دوست عزیز من مظفر هست که میشناسید شما ایشون رو، آقای رزاقی اینجا بودن. و مطلب دیگر این که پشتیبانان سرزمین جاوید که در اروپا هستن، من یک روزی گفتم آقا خانم با آخا دفتر سرزمین جاوید و پیپل اینجا جاییست که شما میتونید که کنتریبیوت بکنید، اما برای اون فرض بود که شما میدانید که دوست عزیز من مظفر آقای رزاقی سالیان دراز هست که این زحمت این کار رو کشیده، و ایشون صحبت کردن گفتن بعض هموطنان تردید کردن که شما چرا نام ما رو نبردید. نخواستم این توضیح داده باشم که آقای رزاقی دوست من سالا زحمت این کار رو کشیده و همچنان هم به این کار مشغول هست. ازشون سپاسگزارم و تبریک میگم هم به او و هم خانم محترمشون که فرزندان این چنین تربیت کرد. و در باب سن بعدم صحبت کنم. خب اجازه بدید که برویم ببینیم. جونم عزیزم، یکی که محبت کنید در رابطه با نقش مان فارسی در اسلام یه توضیحاتی بدید. این سلمان فارسی رو جلسه پیش که ما خطا رو باز کردیم من توضیحات کافی دادم، این خیلی تکرار میشه. یک سوال دیگه بفرمایید. یه سوال دیگه حضورتون دارم. چونم سوره نحل آیه 103، بله، حالا اشاره میکنه که یه قسمتیش که کسی که پیغمبر اسلام رو از کفر نجات داد، یعنی قریش میگن یک عجمی بود، حالا نمیدونم شما قرآن اگه دم دستون باشه اینم محبت کنید یه توضیحی و ممنون میشم، حالا تو این برنامه یا برنامه دیگه. باشه، قربونتون برم. بله متشکرم ازتون، مرسی، خداحافظ شما. بله این عجمی مقصود همون سلمان فارسی است رو در بابی مفصل به کرات و مرات صحبت کردیم، تا اونجایی که اطلاع داشتیم، تا اونجایی که مورخان اسلام گزارش کردن. نقش بسیار مهمی این مرد داشته، چون از یک مدنیت بزرگی مثل ساسانی رفته اونجا و نزدیکترین کس شده است به، یا از نزدیکترین کسان به محمد، و آخر در حمله قادسیه هم آقا بوده اونجا و بعد هم شهردار اونجا شده. در بابش خیلی صحبت کردیم. درود بر شما.
راجع به شاه سیاه صحبت کردن، شاه این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد، یک دفعه نمیره که شاه مشروطه سرطرتی که اختیار نداره حکومت کنه. اینه هیچ کس نگفت. خیلی متشکرم لطفتون. خواهش میکنم. چرا من عرض کردم و گفتن و بسیارانی عرض کنم که به ایشان گفتن و اختیار کردن، مهمترین اسنادی که در دست است دو نامه از مرحوم قوام سلطنه است که از فرانسه گویا نوشتن و مطلع کردن و اختیار دادن که اگر چنانچه پادشاه مشروطه وارد امور اجرایی مملکت بشود، مردم دربار رو مسئول میدانند و سرانجام ممکن است روزی برسد که از دورنمای وحشت زای آن قوام میگوید تن من میلرزد و آن روز همه چیز با هم سقوط میکند. یعنی کل داستان عرض میشود که با هم سقوط میکند و قوام خیلی خیلی از این داستان متوحش شده بود که این دخالت ها کار مملکت رو به انقلاب بکشاند. سال ها پیش از و دیگران 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 همه گفتن بله، اصلا مقصود این بود که قدرت مطلقه پادشاه محدود بشود به قانون و پادشاه به عنوان یک سمبول در واقع باشد و سلطنت بکند و این بنگاه سلطنت محترمترین نهادهای اجتماعی در مملکت ما بوده که با وجود آمدن اعراب هم از میان نرفت و این بیگانگان هم که می آمدن با افتخار خود رو شاهنشاه می گفتند. بله، خدایگان شاهنشاه. و این دستگاه بسیار برای ایران مفید بوده و لازم بوده و از دست دادنش به خصوص در منطقه‌ای که ما هستیم و اینا لازم می بود، اما متاسفانه از میان رفت. متاسفانه از میان رفت. طلا گرفتم توی المپیک. بله. فرمودن که ما نمیذاریم خون شهدا پامال بشه. خب واسم روشن کنید این طلا گرفتن چه رفتی به خون شهدا داره؟ اونایی که مدال نگرفتن یعنی خون شهدا پامال شده؟ این یک. بقیه آقایون که مدال گرفتن گفتم تقدیم میکنیم به مدافعین حرم. من میخواستم اینم اینو چه رفتی به هم داره یه توضیح بفرمایید. مرسی، خداحافظ. بله، عرض کنم اینا هم به هر صورت باید بگردن ایران و به اینا تحمیل میکنن. من فکر نمی کنم که ورزشکار راحت بگذارن و نترسه یا امید به چیز نداشته باشه نمیاد بگوید که ما این مدال خودم رو تقدیم میکنم به حضرت سامن الائمه. خب این ایران همون ایرانی است که بوده، این ایران همون ایرانی است که از 1948 وارد رقابت‌های المپیک شده. چطور شد که یک مرتبه چنین شد؟ به خاطر وجود این رژیم منحوس هست و این خرافاتی که از بام تا شام تبلیغ میکنه و اینا هم به صورت در این کشور زندگی میکنن و اگر موافقتی با رژیم نداشته باشند البته مانع می شوند از فعالیت های ورزشی این ورزشکاران. خب مرد حسابی، مرد نیک، حداقل اینها رو مدالت رو تقدیم کن به مردم کشورت، نه به علی و اصغر و نمیدونم رضا و اینا. چه کاره بودن اینا آقا در این داستان ها؟ اینا جز مزاحم چیزی نبودن، اصلا چیزی نبودن، از بیخوبون چیزی نبودن، نزد اعراب هم که ارجی ندارن که. عزیزم اینا که از اعراب بودن با کمال احترام عرض میکنم، شما تشریف ببرید اونجا بیستید، از این 1.5 میلیون 2 میلیون حاجی که میاد اونجا برسید آقا غیر از شیعیان، آقا شما مثلا حضرت ابوالفضل رو میشناسید؟ میگه آقا برو دنبال کار زندگی، ابوالفضل چیه، داستان چیه؟ اینا کسایی نبودن. یا اصغر رو میشناسید؟ یا قاسم رو میشناسید؟
میگن نه من نشنیدم قاسم که جعفر صادق رو میشناسیم نه چه میدونم من پرسیدم نمیشناسم چند تنی ما پرسیدیم از مسلمانان اهل تسنن در هندوستان بودن ما اینا رو اصلا نمیشناسیم کی هست اینا اسلام توجهش و تمرکز اسلام خداست اول و بعد رسول و قرآن و این حرفا حتی این سلفی ها و به خصوص وهابی ها پیغمبر رو هم قبول ندارن میگن که آقا پستی بوده ایشون ما به پستی که اونقدر احترام نمی کنیم بی احترامی هم به پستی نمی کنیم اما پیامی آورده این است که این کار ما شیعیان هست متاسفانه بله بفرم اومدم از ایران بیرون بعد از این افتضاحی که آقای خمینی را انداخت اونجا خلاصه یه مایه مذهبی داشتم یه 10 سالی تو این کتابخونه ها مشغول تحقیق و بررسی شدم یک کتابی هم به زبان انگلیسی نوشتم که اینجا نمیخوام اصلا تبلیغ کنم ولی ادیان ابراهیمی رو که مقایسه میکنی افتضاح و گندش در میاد یعنی از یه خدای ابراهیم چقدر تفرقه فرمان و دستورهای متفاوت صادر شده و واقعا یه حدود 30 سالی هم من سابقه کار حسابرسی داشتم که کارم مقایسه مطالب و ارقام بوده و نتیجه گیری از اونها و به این نتیجه رسیدم که بجز یعنی صحبت و یه چیزای بی‌معنی هیچی دیگه تو این کتابا نیست چه توراتش چه بایبلش چه قرآنش چه نمیدونم این یکی اقدس همش حرفای بی‌معنی هیچ کدومش از سمت خدا نبوده شما بخصوص در قرآن که حسابسازی بسیار عجیبی شده یعنی یه مقدار حدود 28 سوره هست در قرآن که در افتتاح هر کدوم از این سوره ها یه حرفایی هستش میشه مثلا سوره بقره که میگه الف لام میم یا سوره عمران که میگه الف لام میم دوباره اینا رو گذاشتن که این لترالی که جمع میکنن اینا تقسیم بر 19 بشه و اینا هیچی نیست که در زمان عثمان حساب سازی شده تزیین شده قرآن و بعد هم به این نتیجه رسیدن که بلکه در آینده روزی بشر خیال کنه این یک معجزه الهی بوده نه اینا یه چیزایی هستش که به جز حساب سازی در اون موقع که یه مش آدم های باهوش زمان عثمان جمع شدن و قرآن ها رو آتیش زدن و یه قرآن درست کردن که اون هم به قول فرمایش جنابادی به قرآنی که در بعدن پیدا شده در عرصه در کجا بود فرمودید من یادم نیست در یمن در یمن چون فیلمش هم در آلمان هست به کلی متفاوته با اینا من میخوام به مردم بگم که از طریق تلفن جنابادی اینا هیچ کدومشون کلام خدا نیست ای مسلمان ها این کتاب قرآن کلام خدا نیست چرا توجه نمی کنید؟ این عدد 19 هم همون حروف بسم الله الرحمن الرحیم موقع که شما جمع بزنید بسم الله الرحمن الرحیم میشه 19 بعد میگن 19 فرشته حافظ جهنم کدوم بهش؟ کدوم جهنم؟ شما بعد از فوتتون میرید به همون جایی که قبل از ازدواج پدر مادراتون بودین یعنی عدم اینقدر گوش ندید به حرف این حرفا که مفهوم بیمعنی این چیزه این مسلمان ها به خصوص ایرانی ها گول این آخونده رو نخورید خواهش میکنم اینا همش حقوق بازیه من خیلی متشکرم جناب مشیری از جناب عالی که واقعا باز میکنید ذهن همه رو خیلی متشکرم خواهش میکنم خدا حافظ شما بله این حقوق بازی 19 رو یک پاکستانی بود اسمش فراموش کردم سالیان پیش در تگزاس آمد و دید کارش درست نمیشه 4-5 تا آیه از آخر قرآن اینا رو انداخت که این ریاضیاتش درست در بیاد اینا مسخره بازی اینا شامورتی بازی به قول معروف اینا جعل و تزویر این حرفا اینا برو به محتوا نگاه کن ببین چه میگه عدد 19 یعنی چه
این کتاب پر است از تضاد و پر است از مغالطات و پر است از سخنان پریشان، واقعا سخنان پریشان که راه به هیچ جایی نمیبره. و به هر صورت چیزی هم عرض کردم از آسمان با این نیامد. بفرمایید. چون کنم عزیزم فدای شما، بفرمایید. به مشکلی من معذرت میخوام، من جای شاگرد شما هستم. من یه خواهش برای شما داشتم جانم. آقای مشکلی، ما شما رو خیلی دوست داریم. خواهش میکنم. دانشمند و فریقی هستید. من یه خواهش ازت دارم و اون این هستش که خواهش میکنم مراقب سلامت خودت باش. خیلی ممنونم از شما. هستم عزیزم، هستم. آدم مذرد خون نادان بی سواد بی فرهنگ بیان با اعصاب و روان شما بازی کنم فداد شد. شما یه جواهری هستی که نمونه پیدا نمیشه. ما خیلی دوست داریم. مخلص شما مزیم، لطف دارین مزیم، ممنونم شما. یه خواهش دیگه هم از شما داشتم جانم. آیا شما برنامه ای دارید که شاگرد هایی داشته باشید که مانند شما آدم های تحصیل کرده و با دانشی باشن و ما بتونیم علاوه بر شما اونها هم کمک بگیریم؟ نه خیلی ممنون، سوال دیگر نداره قربان. خیلی ما شما رو میبودم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید عزیزم. خدا بیدار شما. عرض کنم که شما اصلا نگران نباشید دوست عزیز، بابت بعضی مطالب و مسائل تا اونجایی که به سلامتی هست ما در خدمتون فعلا هستیم. فکر میکنم که فعلا باشیم تا ببینیم بعد چه می شود. وقت ما هم همتنان به پایان رسید. با عرض پوزش از دوستانی که به خط ماندن، از توجه شما سپاسگزارم. از سپهر گرامی ممنونم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.